سلامونه خدر من لیدونکو او د پنځشنبه ورځ مو په خیر په دې هله چې د سور ژوند خبرونه به مو هم لیدلی وي او نن هم پنځشنبه ده د زو ماشوم برخه ده چې هر پنځشنبه مونږ دا برخه تاسو ته وړاندې کوو د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ خپل ماشومان ته ښه تربیه ورکړئ نوینه تربیه ورکړئ او یو ښه او له هوساینې څخه ډکه کورنۍ ولرئ چې نن مو هم په خبرونه کې یوه مهمه موضوع ټاکلې ده د ماشومانو د تربیه لپاره او تاسو هم کولای شئ د دې ټول مواردو ترڅنګ د زو ماشوم اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ په وړیا توګه ترینه کولای شئ چې ګټه پورته کړئ د چې څه ډول د اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ یو ځای په تصویر بسته کې ګور برای نصب برنامه من و کودکم در موبایل های هوشمندتان به گوگل پلی و یا اپ استور رفته ترایف وای فایف را جستجو کرده و آن را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب موفقانه در موبایل های سیستم اندروید و آی او اس شما می توانید بدون اتصال به اینترنت نیز از این اپلیکیشن استفاده کنید. خانو خدر مولیدون کو تاسو په تصویری بسته کې ولیدل چې څه ډول وکولای شئ د اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ البته هم په آی او اس کې او هم په اندروید کې تاسو کولای شئ چې د اپلیکیشن په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ او یو مهم ځانګړنه څخه یې دا ده چې تاسو کولای شئ هم په غږیزه او هم په لیکنې ډول د دې اپلیکیشن له مواردو څخه ګټه پورته کړئ له معلوماتو څخه یې ګټه پورته کړئ چې په دري او پښتو ژبه د ټول موارد تاسو ته یاد شوي دي او کورنۍ هم کولای شي چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او د خپلو ماشومانو د ښې تربیې لپاره ترېنه ګټه پورته کړي نن مو هم یوه مهمه موضوع ټاکلې ده د ټولنیزو آدابو زده کول ماشوم ته دي دا چې د ټولنیزو آدابو زده کول ماشوم ته د دې لامل کېږي چې ماشوم یو قدرتمند شخصیت ولري کله چې تاسو هغه اولیه ټولنیز آداب ماشومانو ته زده کوئ د دې لامل کېږي چې ماشومان مو هغه ځواکمن هغه لوی لوی آداب د وخت په تېرېدو سره خپله زده کړئ چې مونږ تاسو ته معلومه ده څومره مهمه ده چې مونږ یو ټولنیز شخصیت ولرو زموږ په پرمختګ باندې څومره ښه تاثیر کوي د ټولنیز شخصیت لرل او دا شخصیت هر څه زموږ له ماشومتوب څخه زموږ د کورنۍ څخه سرچینه اخلي او هغه لومړنی قدم یې زموږ له کورنۍ څخه دی که محدوده سینی آداب اجتماعی هم از 10 سالگی آغاز میشه که کلا د این بخش خانواده ها تاثیر بسیار مهم و رول اساسی را دارند که به کودکانشان آداب اجتماعی را بیاموزند که اولین آدابی که باید خانواده ها بیاموزند به اطفالشان سلام دادن است عرض احترام کردن به بزرگان است و زمانی که اطفال به داخل یک محوطه میشن باید خانواده ها کمکشان بکنه خانواده ها برشان یاد بده که چطور زمانی که به یک مهمانی میرن یا یک کلانه میبینن یا یک کس به خانه شان میه چطور برخورد همراهشان بکنه مثلا اگر بعض اوقات شما با اطفالتان به یک مهمانی میرن یا خانه یکی از بزرگان میرن و سلام میتن باید ده ملحظه ای وظیفه اگر مادر از همراهش یا هم پدرش وظیفهش است که کمک بکنه به طفل خود که سلام بده مثلا میتونه به طفل خود بگه که کاکا جان تا سلام بده یا پدر کلان جان تا سلام بده این قسم سلام بده یا این قسم دست شبو بوس این قسم احترام بکو برش قسم که ما میکنم کم کم همی آداب زمانی که ما یاد میتیم به اطفال باعث میشه که اطفال هم یک حس بزرگی بکنن هم ایره یاد بگیرن چطور با بزرگان رفتار بکنن و در کنارش اعتماد به نفسشان هم بالا میره که اولین قدمش از همینجا آغاز میشه همه قسم زمانی که بزرگان به خانه اطفال میرن خوب است که خانواده ها اجازه بدن که در اطفال باز بکنن برای کسانی که به خانهشان مهمان میان زمانی که خانه شما مهمان بیایه بر طفلتان بگوین که در باز کو و این قسم یک سلام بده خوش آمدی بگو و بالاخره میمونا رو بیار به داخل حویلی هم به داخل خانه که خودش یک نوع مسئولیت دادن است برای طفل و زمانی که شما مسئولیت به طفل واگذار میکنین او احساس مسئولیت پذیری میکنه و تمام کوشش خود میکنه که مو کار خود و مسئولیت خود به صورت درستش انجام بده زمان که میره دروازه را باز میکنه و ادای احترام میکنه مسئولیت خود به خوبی ادا میکنه کم کم این تمام چیزا باعث میشه که یک شخصیت قدرتمند بده بر طفل یعنی بعد از این طفل تحت تاثیر هیچ شخصیت قرار
قرار نمیگیره و میفهمه که با کی چگونه رفتار بکنه، وقتی کسی میایه به خانش چگونه رفتار میکنه، وقتی که یک جای میره چگونه رفتار بکنه، چگونه ادای احترام بکنه به بزرگان، بر کسایی که همسن و سالش هستن یا هم بر کسایی که در محدوده سنی متوسط قرار دارن. تمام این چیزا را اطفال میآموزن و تمام این چیزا باعث از این میشه که اطفال یک شخصیت بسیار خوب و قدرتمند را داشته باشن. و امیدوارستم که همه خانواده ها متوجه این بخش ها باشن، بخصوص متوجه این حالات باشن که با اطفال خود چگونه برخورد بکنن. نو داد و کورنای مهم مسئولیت ده چیز رول و کولشی لخپل ما شما سر برخورد بکنی. ورزو پا دی برخه که و ویدیو گرو بیرتر گرزو ده بحث دوام ده. خب ویدیو جالبه با هم دیدیم و امیدوارم شما هم لذت برده باشین و آموخته باشین طریقه برخورد با اطفال را. و قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم، به خاطر از اینکه اطفال قدرتمند داشته باشن، به خاطر از اینکه اطفالتان بتونن یک رابطه خوب با بزرگان، یک رابطه خوب با اشخاصی که همسن و سال خودشان هستن برقرار بکنن، شما باید آداب اجتماعی را به اطفالتان بیاموزن، که یکی از نمونه های فعالیت بسیار خوب و بسیار راحت و بسیار موثری است که زمانی که شما وارد یک جمع میشن به اطفالتان بگوین که سلام بده، کمکش بکنن با سلام دادن، با احوال پرسی با بزرگان، و همچنان از بزرگان بخواین که لبخند بزنن به طرف اطفالشان. و بعد از اینکه این موقعیت تمام میشه، شما اطفالتان تشویق بکنن، آفرینی برش بتین و ایره برش بگوین که چقدر ادای احترام خوب داشت برای بزرگان. همین کارهای شما باعث از این میشه که اطفال به تنهایی خود بتونن، زمان که اگر شما بعضن همراهش نیستن، هم با بزرگان برخورد بکنن و طریقی برخورد کردن و طریقی ادای احترام رو ارتباط برقرار کردن با بزرگان یاد میگیرن. و در این بخش برنامه هم میریم به سه تصویری رو میبینیم و برمیگردیم.
خانو قدر من لیدون کو تصویری بسته مو ولیدل په دې هله چې تاسو هم لیدل څخه خوند اخیسته وي او د دې لپاره چې وکول شي خپل ټول کورنۍ ستونزې په خصوص د ماشومانو د تربیت په برخه کې حل کړي د زو ماشوم اپلیکیشن په خپل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړي هم یې کول شي په آیفون موبایلونو کې هم یې کول شي چې په ګلکسی هم اندروید ټلیفونونو کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کول غو ټول موارد څخه د خپل ماشومانو د تربیت لپاره ګټه پورته کوي ان شاء الله چې د ټول موارد هم تاسو په ګټه تمام شي او یو آرام او خوشبخته کورنۍ ولري. مننه لدی چې زموږ سره مل وی ورزو د سار ژوند خبرونه دوام ده.